بیش از 60 تن از روشنفکران و فعالان سیاسی ایرانی در نامی خطاب به خانم ناونتن پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از این نهاد خواستند تا علیه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، پرونده‌ای به اتهام جنایت علیه بشریت تشکیل و آن را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد. امضا کنندگان این درخواست همچنین از این شورا خواستند تا احمدی نژاد و دیگر زمامداران ایران را در دادگاه بین‌المللی کیفری محاکمه کنند. این روشنفکران همچنین با متقلب و سرکوبگر خواندن رئیس جمهور ایران از سازمان ملل خواستند تا از سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل جلوگیری کند. در این نامه با تاکید بر اینکه امضا کنندگان کارنامه زمامداران سیاسی ایران را مصداق روشن جنایت علیه بشریت می‌دانند، اعلام شده است که احمدی نژاد در سرکوب مردم ایران نقش مستقیم داشته و دارد. نویسندگان همچنین خواستار آن شدند که نظام جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی زیر فشار قرار گیرد تا زندانیان را آزاد کند و دیگر حقوق اساسی و مدنی مردم ایران را رعایت کند. نویسندگان همچنین از ایرانیان خواستند برای امضای این بیانیه از 14 مرداد تا 14 شهریور به سایتی که توسط اکبر گنجی برای اعتصاب قضا درست شده بود مراجعه کنند. ماموران نیروی انتظامی ایران دیشب ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را به دستور سعید مرتضوی دادستان تهران پلمب کردند. روزنامه‌نگاران عضو این تشکل صنفی قرار بود امروز در نوبت دوم مجمع عمومی بازرسان اصلی و علی‌البدل را انتخاب کنند. پیش از این وزارت کار و وزارت ارشاد اسلامی دولت نهم انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را غیر قانونی اعلام کرده و خواستار انحلال آن شده بود. بدر سادات مفیدی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران امروز در واکنش به پرومپ دفتر این انجمن اعلام کرد این اقدام با جفسازی‌های برخی رسانه‌های مرتبط به جریان خاص مخالف فعالیت‌های انجمن و همراه دولت نهم ارتباط دارد. وی گفت که این رسانه‌ها از مدت پیش با سوء استفاده از فضای حاکم خواهان برخورد قضایی با انجمن صنفی بودند. مفیدی با اشاره به اینکه اختلاف سال گذشته انجمن با وزارت کار بر سر ادامه فعالیتش پایان یافته بود، تأکید کرد که هیچ دلیلی منطقی برای پلمب انجمن وجود ندارد. شب گذشته ماموران انتظامی علاوه بر دفتر و ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، ساختمان تعاونی مسکن روزنامه‌نگاران را نیز که در طبقه اول آن قرار دارد، پلمب کردند. مهدی کروبی امروز گزارش خبرگزاری فارس درباره حضورش در تجمع عصر دوشنبه در خیابان ولیعصر مقارن با روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد را تکذیب کرد. کروبی در این باره توضیح داد: احساس کردم اگر از ماشین پیاده شوم برای مردم حادثه تلخی روی می دهد، چرا که اگر من پیاده می شدم مردم دور من جمع می شدند و با آنها برخورد می شد و حادثه ای روی می داد. بنابر این دلیل بود که من از ماشین پیاده نشدم، چرا که من مصلحت مردم را در نظر گرفتم، نه اینکه به خاطر رعایت حال دولت این کار را کرده باشم. ولی متاسفانه برخی از روزنامه‌ها نوشتند که من پیاده شده و مردم را نصیحت کردم که اینطور نبوده است. وی در این زمینه همچنین با انتقاد از ایجاد رعب و وحشت توسط مسئولین جمهوری اسلامی گفت: کسانی که میگویند از پشتیبانی مردم برخوردارند، چرا اینقدر نیرو به خیابان میآورند که وقتی حتی کسی قصد آن دارد که به مراسم فاتحه‌ای برود، با چنین صحنه‌هایی روبرو شود؟ کروبی راهکار خروج از چنین شرایطی را استفاده از نظرات عقلا و نخبگان کشور در عرصه مدیریت دانست و در خصوص دادگاه دستگیر شدگان حوادث اخیر گفت: به اعتقاد من پلیسی کردن فضای کشور به مصلحت ملی نیست. برگزاری چنین دادگاه‌هایی و یا دستگیری‌های گسترده منافع ملی را در خطر قرار می‌دهد و حتی نتیجه عکس دارد، چرا که این اخبار در تمام دنیا منعکس می‌شود. کروبی همچنین در دیدار با کارکنان سایت سهام نیوز و دفتر مرکزی حزب اعتماد ملی اعلام کرد: آنچه که بر ما تحمیل شده است را باید پذیرفت و با درک حساسیت‌ها و ظرافت‌ها در ادامه کار با جدیت و دقت بیشتری فعالیت‌ها را پیش از گذشته در راستای اهداف مورد نظر تدوین و اجرا نمود. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون washington.com